حالا میخوام اگر اجازه بدید برگردم به اون نوت هایی که برداشتم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. اول برمیگردم به نوت هایی که در مقابل صحبت های در مقابل که نه در پاسخ به صحبت های خانم شهرزاد نوشتم. فرمودین که اتحادیه شاعرانی نیست که شاعران فارسی زبان این چهار کشور دور هم جمع بشن. من امشب شما رو دعوت میکنم ساعت به ساعت تهران میشه ساعت 10 شب برنامه نیستان رو، انجمن فرهنگی ادبی نیستان رو از صفحه اینستاگرام من که صفحه هیلا صدیقی هست به صورت لایف تماشا بکنید. الان فصل دوم این انجمن شروع شده، 12 نشست اولش که فصل اول بوده یک ماه تموم شده، از 2 هفته پیش فصل دوم شروع شده و من در این انجمن عزیزانی در حلقه اصلی یا به قول فضای مجازی حلقه ادمین ماجرا هم از ایران هم از تاجیکستان و هم از افغانستان شاعران عزیزی هستن برای دعوت کردن شاعران فارسی زبان از تاجیکستان و افغانستان و ایران در این برنامه که ما همیشه از این کشورها شاعرانی به مهمان داشته باشیم. داریوش عزیز هم خیلی وقته که منتظرشون هستیم که در برنامه ما شرکت بکنن و امشب نیستان ادای احترامی داره به واقعه کابل، به انفجارهای اخیری که در ماجرا اتفاق افتاده. ما دسترسی به شاعران سمرقند و بخارا نداشتیم، به خیلی از شاعران تاجیکستان هم همینطور. به هر حال تازه این فضا باز شده و من تازه وارد این ماجرا شدم، ولی همینجا در همین برنامه از شخص شما دعوت میکنم که به عنوان نماینده فارسی زبانان ازبکستان جزو حلقه اصلی انجمن نیستان تشریف بیارین تا ما به کمک شما بتونیم از شاعران و ادیبانی که در ازبکستان هستن دعوت کنیم در این انجمن شعرخوانی بکنن. و ما میتونیم همین روند رو در این برنامه، نمیخوام بگم که فقط نیستانه که این روزا داره این کارا رو انجام میده، تمام برنامه همین برنامه خود شما و برنامه های دیگه ای که عزیزان رو از کشورهای مختلف دور هم جمع کرده. برای من خیلی جالب بود وقتی روی برج آزادی تهران هشتگ جان پدر کجاستی رو دیدم و همدردی ایرانیان رو دیدم که روی، باور کنید تاثیر مستقیم اتا، چرا قبلا این اتفاق ها نمیافتاد؟ این همه بمبگذاری در منطقه بود، چرا امروز این اتفاق ها میافته؟ این نشست ها همینقدر مؤثرن و من اصلا فکر نمی کنم که ما آروم آروم قراره به یک هدفی برسیم. همونقدر که فضای مجازی سرعتش زیاده، همونقدر که اینترنت سرعتش زیاده، ما میتونیم با سرعت زیادی به خیلی از اهداف بزرگی دست پیدا کنیم. این اون قسمت ماجرا و من از خود شما دعوت میکنم که هم مهمان برنامه ما باشین، شعرخوانی بکنیم در شب‌های آینده و هم به عنوان در واقع یکی از برگزار کنندگان برنامه کمک کنید که بتونیم مهمانانی از سمرقند و بخارا داشته باشیم. قسمت دوم موضوع، شما نقدی داشتید به اینکه تا حالا سرمایه گذاری ندیدید که بخواد سرمایه‌ای بذاره روی کمک به زبان و ادبیات فارسی روزنامه چاپ کنه. من میخوام بگم سرمایه گذار اساسا کارش تولید محتوا نیست. تولید محتوا کار یک قشر دیگه از جامعه است. ما باید تولید محتوا بکنیم و سرمایه گذارها دعوت بکنیم و بهشون نشون بدیم که اگر سرمایه گذاری بکنن روی محتوای ما چه بازخورد مالی براشون خواهند داشت. یعنی در واقع ما نمیتونیم ازشون بخوایم که بحر خدا بیان، یک کم پیش میاد، نمیگم وجود ندارن ولی کم پیش میاد که سرمایه گذاری که خیلی غیر انتفاعی بخواد این کار رو انجام بده، ولی ما میتونیم دوره هم تولید محتوای خوبی داشته باشیم و اینکه سرمایه گذارها رو به ماجرا جذب بکنیم. و من باز برمیگردم به همون نگاه اقتصادی خودم به اتحادیه نوروزگان که میتونه بازخوردهای مالی خیلی زیادی برای منطقه داشته باشه. نکته دیگه ای که من نوشتم که راجبش حرف بزنم، یه موضوع دیگه، شما گفتین که یک پیامی دارن مردم تاجیکستان که میگن کمی صبر کنین ما خودمون رو به شما میرسونیم. من میخوام بگم که خیلی عالی، خیر مقدم، چرا از این فضای مجازی برای کارآفرینی استفاده نکنیم و از اهالی فرهنگ و ادب دعوت نکنیم که تو همین فضای مجازی کلاس‌های تدریس خط زبان فارسی رو داشته باشن و کسانی که توی تاجیکستان یا ازبکستان میخوان این آموزش خط زبان رو داشته باشن، از طریق این هم کارآفرینیه، هم سرعت رو بیشتر میکنه و هم خیلی از عزیزان رو به اون هدفی که میخوان نزدیک میکنه. و ما از طریق همین انجمنها، همین اتحادیه به نظر من همین طوری اصلا شکل میگیره. همین که ما با هدفی دور هم جمع بشیم، با هدف شعرخوانی امشب، با هدف نقد و بررسی موضوع زبان فارسی امشب و یا با هدف آموزش خط مشترک فارسی،
و اصلا اینکه یک قسمت جالبش من داشتم به این فکر میکردم که اگر مردم تاجیکستان بتونن به این خط رو یاد بگیرن، جوان تاجیکستان، غیر از اینکه به این دایره زبان و ادبیات فارسی وارد میشن و تعاملات ما بیشتر میشه، اصلا در منطقه هم در دایره بزرگتری وارد میشن، چون میتونن به زبان به خط نوشتاری عربی هم مسلط بشن و در دایره بزرگتری حتی جا میگیرن و تعاملاتشون در منطقه بیشتر میشه. پس اصلا این لازمه که این اتفاق بیفته. بعد دیگه چی نوشتم؟ من فکر کنم همه این چیزامو گفتم. شما قراره از من بپرسید که پیامم چیه، فکر کنم. بله بله درست بفرمایید. من اون چیزی که من با همه کوچکی خودم در این دایره بزرگ فکر میکنم اینه که ما با زبانها و اقوام مختلف در کنار هم یک ملت بزرگی هستیم، ملتی که روزی اسمش ایران بوده. ما اگر امروز از اسم ایران استفاده میکنیم، برای خیلی ها این سوء تعبیر رو ایجاد میکنه که راجع به مرزهای سیاسی امروزی ایران حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که اون ایرانی که ما ازش حرف میزنیم، اون ایران شهر فرهنگی بزرگ تاریخیه که امروز تبدیل به تمام این کشورها، 10 کشوری که داریوش عزیز گفتن، تقسیم میشه که نوروز رو جشن میگرفتن. ما همه از یک مادری هستیم به اسم مادر ایران. اون کسانی که نگرانن با تغییر خطشون از سیریلیک به خط امروزی فارسی یا با تغییر اسم زبان از دری به فارسی زیر سایه قدرت بزرگتری به اسم ایران باشن، در واقع دارن بند ناف خودشون رو از آغوش مادر پاره میکنن. کی گفته که من از شما ایرانی ترم؟ کی گفته که یک شخصی در مثلا یزد ایرانی تر از یک شخصی در دوشنبه است؟ من حرفم اینه که ما میتونیم به کمک هم با حفظ نژادمون، قوممون در ایران امروزی، ما اقوام مختلفی داریم، همین الان پارس ها، کرد ها، آذری ها، بلوچ، ترک و حالا همه اقوام مختلف داریم در یک مرز زندگی میکنیم. من سالهایی از کودکی رو در کشور ترکیه زندگی کردم و به زبان ترکی بسیار مسلط بودم، چون جزو زبان، یعنی همزمان که فارسی رو میاموختم ترکی رو هم میاموختم، چون در عنفوان کودکی اونجا بودم و کلن نسبت به استانبول و ترکیه خب احساس خانه دوم بودن رو دارم و با اونجا حس خاصی دارم. ولی امروز وقتی با یک آدمی از ترکیه صحبت میکنم، متوجه هم که دارم با یک کسی از یک کشور دیگه حرف میزنم که خیلی هم احساس نزدیکی باهاش دارم. اما وقتی با شما و یا با دوستان دیگرم از افغانستان و تاجیکستان صحبت میکنم، با اینکه هرگز به هیچ کدوم یکی از این دو کشور سفر نداشتم، اصلا احساس نمیکنم که ما هموطن نیستیم. میخوام بگم اینقدر تاثیر زبان فارسی در ما عمیقه و ما برگردیم به وصیت اون پدری که به پسرانش رو دور هم جمع کرد و اون چوب‌ها رو کنار هم گذاشت و نشون داد که چقدر شکستن اون چوب‌ها در کنار هم کار سختیه و چقدر جدا جدا آسون. ما کافیه که به اون ظرف خواهری برادری خودمون برگردیم، به آغوش مادر خودمون که ایران برگردیم و از رانه‌های اجتماعیمون، از نمادهای فرهنگیمون که اتفاقا مولانا یکی از همون اصلی هاست، اونها رو دستاویزی کنیم و به وسیله اونها به فرهنگ اصلی خودمون برگردیم. و این وظیفه ماست بعد از انتقاد به تمام فضاهای سیاسی موجود، این وظیفه ماست که امروز حرکتی بکنیم. و من فکر میکنم که با وجود این فضای مجازی، زوم، فیسبوک، اینستاگرام و همه این پلتفرما، دیگه هیچ بهانه ای جایز نیست. خیلی ممنون، خیلی زیبا بود صحبتتون. من در تایید صحبت شما بگم که شهاب الدین ابن عبدالله یاقوت در معجم البلدان در واقع ایران یا امپراتوری فارس یا ایران شهر تمدنی را وقتی جغرافیاش رو تعریف میکنه اینجور میگه: سرزمین فارس از بلخ تا مرز آذربایجان و از فرات تا کابل و تخارستان بوده و این بخش از اقلیم معتدلترین و باصفاترین قسمت جهان است. یعنی تعریف ایران این جغرافیا رو که الان 6-7 کشور است. خیلی ممنون. برنامه رو فکر میکردیم 1.5 ساعت میشه، اما بیش از 2 ساعت شد. اگر آقای خلیق با ما هستن، من فقط میخوام پیامشان رو بفرمایند در 1-2 دقیقه. اگر تشریف ندارن ما معذرت بخوایم که
تقصیر اونا هم نبود و از ما هم نیست و اینترنت متاسفانه مساعدت نکرد. آقای خلیق هستند یا؟ فکر میکنم نیستند. خب خیلی ممنون از حضور گرم همه شما عزیزان و بزرگواران. فکر کنم برنامه خوبی بود و امیدوار هستم که این برنامه ادامه پیدا بکنه. ما حتما انشاءالله در آینده برنامه های از این دست خواهیم داشت و دوست داریم که دوستان هر کسی رو که فکر میکنن خوب است که در برنامه حضور داشته باشن از همون طریقی که در تماس بودیم خوب است معرفی بکنن. دوست داریم از سرزمین های سمرقند، بخارا، شیراز، اصفهان، ری، خوجند، از همه جا داشته باشیم. خیلی ممنون یک بار دیگر، لطف کردید، خوش آمدید، شب همه خوش و خدا نگهدارتون. خدا نگهدار همه.